به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی. آموزش بازار سرمایه و ابزار تأمین مالی اسلامی رو با درس پنجم اون پی میگیریم. ما توی درس پنجم میخوایم بازارهای سازمان یافته و بازارهای خارج از بورس یا فرابورس رو بررسی بکنیم. میخوایم ویژگی ها، معایب یا شاید مزایای هر کدوم رو توضیح بدیم و ببینیم که چرا هر کدوم از بازارهای سازمان یافته و بازارهای خارج از بورس میتونن طرفداران خودشون رو داشته باشن. لذا تک به تک این موارد رو میخوایم بحث بکنیم. بازارهای سازمان یافته، همونطور که از اسمش مشخصه، یه سازمان یافتگی مشخصی رو داره. یک سازمان یافتگی و یک سیستم و یک نظام مشخصی پشت این بازارها هستش. سازوکارهایی که در بازارهای سازمان یافته معمولا وجود داره، این سازوکارها بر اساس ناظران یا کنترل کنندگان این بازارها اعمال میشه. مقررات و ضوابط معینی هم برای معاملات مختلف وجود داره، به نحوی که بر اساس استانداردها و بر اساس کیفیت‌های مشخص برای کالاها یا برای مواردی که در بازارهای سازمان یافته معامله میشه، مقررات مشخصی وجود داره. این مقررات به عنوان شفافیت و به عنوان اصطلاحاً دادن آسودگی خاطر برای طرفین معامله هستش. فرایند یا قوانینی که در بازارهای سازمان یافته وجود داره برای تمامی مواردی که معامله میشه یکسان هستش. اگر یک محدوده کیفیتی یا یک محدوده کمیتی در مورد یک نوع کالا وجود داشته باشه، این محدوده کمیتی و کیفیتی برای تمامی عرضه کنندگان و برای تمامی اون نوع محصولاتی که در بورس معامله میشه وجود داره. از طرفی در بازارهای سازمان یافته تعدادی کارگزار یا نماینده های اونها وجود دارن که این کارگزاران دارن فرایند خرید و فروش رو تسهیل میکنن. در خیلی از بازارهای سازمان یافته عملیات معاملات بدون حضور کارگزاران یا نماینده های اونها اصلا امکان پذیر نیست و تنها روش معاملات در این بازارها حضور کارگزاران رسمی اون بازارها هستند یا حضور بازارسازان متخصصی که بتونه کارهایی که کارگزاران نتونستن انجام بدن یا تحلیلاتی که کارگزاران نمیتونن اونها رو انجام بدن رو بازارسازان متخصص انجام میدن. مدیریت بازار رو انجام میدن برای حفظ تعادل در بازارهای سازمان یافته و بازارسازان متخصص میتونن متعادل کنندگان بازارهای سازمان یافته هم معرفی بشن. برای بازارهای سازمان یافته بهترین مثالی که میتونم بزنم، همونطور که قطعا از توضیحاتم متوجه شدید، مخصوصا در فصول قبل درباره این بازارها خیلی توضیح داده شده بود و این بازارها نمونه بارزشون بازارهای بورس هستن. اگه بخوایم نمونه بزنیم، بازار بورس نیویورک، بازار بورس شیکاگو، بازار بورس تهران، بازارها یا تالارهای بورس مختلف در شهرهای مختلف کشورمون میتونه نمونه های مشخص و بارزی از بازارهای سازمان یافته باشه. برای ورود به این بازارهای سازمان یافته شرایطی وجود داره، حداقل سرمایه‌ای وجود داره، حداقل توانمندی سوداوری در یک سال وجود داره، باید بتونن به تعهدات خودشون عمل بکنن، باید خوشنامی داشته باشن شرکت‌ها تا بتونن وارد بازارهای سازمان یافته، مثلا بازار بورس بشن و در اونجا فعالیت بکنن. اگر خاطرتون باشه در بازارهای سهام ما در مورد بازار بورس نیویورک توضیحات جامعی رو دادیم و گفتیم که چه شرایطی وجود داره تا یک شرکت بتونه وارد بورس نیویورک بشه، حتی گفتیم شرایط خیلی سختی هم وجود داره. ولی به دلیل اینکه یک بازار سازمان یافته محسوب میشه، یک بازاری که در اون استانداردها کاملا مشخصه و شفافیت و صراحتاً افشای اطلاعات کاملی درباره کمیت، کیفیت و عینیت مشخصه محصولات یا مواردی که مورد معامله قرار میشه وجود داره، از طرفی یک اعتبار و جایگاهی برای شرکت‌های مختلف در پی داره، افراد میرن سراغ بازار بورس نیویورک. در کشورها و در تمامی کشورها این اتفاق وجود داره. حضور در بورس و پذیرفته شدن در بورس میتونه یک جایگاه بالاتری نسبت به رقبا به شرکتی که در بورس ها پذیرفته میشن بده.
چون فرایند حضور در بورس یک فرایند زمانبر و سختیه و هر کسی بتونه این شرایط رو داشته باشه که وارد مجموعه بورس بشه، میتونه اعتبار خودش رو به مشتریان خودش یا به رقبای خودش القا بکنه. لذا بازارهای سازمان یافته از این منظرها میتونن مزیت‌هایی رو داشته باشن. چون در مورد مزایای بازارهای سازمان یافته علل خصوص درباره بازار بورس سهام و بورس نیویورک و بورس شیکاگو بیشتر بحث کردیم در فصول ابتدایی، به همین موارد بسنده می‌کنیم در مورد بازارهای سازمان یافته، چون در مورد فرایند عملیاتی در مورد مزایای این بازارها در فصول ابتدایی این آموزشمون به صورت کامل توضیح داده شده. بازارهای بورس مختلفی رو داریم، مخصوصا در کشورمون بازارهای بورس مختلفی رو داریم که دسته‌بندی‌های مختلفی داره. اولین دسته‌بندی بازار بورس سهامه. در کشور ما هر زمانی که افراد بخوان در تالار بورس، در مجموعه بورس و اوراق بهادار فرایند معاملاتی خودشون رو درباره یک سهامی انجام بدن، درباره اوراق مختلف قرضه انجام بدن، میرن سراغ بورس سهام و در اونجا معاملات خودشون رو انجام میدن که غالبا در شهرهای مختلف تالارهای مختلف بورس وجود داره. بورس بعدی که شناخته میشه در کشور به عنوان بورس کالا معرفی میشه. در بورس کالا معمولا محصولات کشاورزی خرید و فروش میشن، مخصوصا محصولاتی که به شکل معاملات سلف در فرایند محصولات کشاورزی خرید و فروش میشه. محصولات صنعتی و معدنی در بورس کالا معمولا داد و ستد میشه. قطعا اخیراً خیلی هم شنیدید که برای فروش نفت، نفت رو اگر بخوان مشتریان داخلی بخرن میتونن حضور پیدا بکنن در بازارهای بورس. حالا دقیقاً اینجا یک عنوان دیگه‌ای هم به عنوان بازار بورس انرژی وجود داره و غالباً نفت و گاز و اصطلاحاً مواد نفتی و مشتقات نفتی در بازار بورس انرژی معامله میشه. ولی ما میتونیم محصولات معدنیمون، محصولات طلامون مثل مس، مثل تیتانیوم و فلزات گرانبها در بازار بورس کالا معامله بکنیم. یا در بازار بورس انرژی هر چیزی که مربوط به انرژی هست، همونطور که عرض کردم، مثل نفت، مثل میانات گازی، مثل مشتقات نفتی میتونه در بازار بورس انرژی معامله بشه. خب با توجه به این که ما نمونه بارز بازارهای سازمان یافته رو به عنوان بازار بورس معرفی کردیم و چون بازار بورس و نمونه موفق بازار بورس به عنوان بازار بورس نیویورک رو بحث کرده بودیم در فصول ابتدایی، بریم سراغ بازارهای خارج از بورس و اونجا هم اشاراتی بکنیم در مورد معایب و مزایای بازار خارج از بورس یا فرابورس و ببینیم که با خود بورس چه تفاوتی داره، یعنی با بازارهای سازمان یافته چه تفاوتی دارن بازارهای غیر سازمان یافته. استراحه بازارهای خارج از بورس بازارهایی هستند که اون مشکلات و مواردی که در مورد بازارهای بورس وجود داره در این بازارها اصطلاحاً رعایت نمیشه. غالباً داد و ستد خارج از بورس یا فرایند اصطلاح فرابورسی که انجام میشه بدون هیچ گونه نظارتی از جانب یک بورس انجام میشه. اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که بعضی وقتا میگیم بدون هیچ نظارت، به این شکل نیست که کاملاً خودسرانه داره فعالیت میکنه. نه، تحت نظارت بازار بورسی قرار نداره. یعنی هیچ بازار بورسی بر فرابورس نظارت نداره. فرابورس دقیقاً در مقابل داد و ستد بورسی قرار داره که یه نمونه بارز از بازارهای سازمان یافته محسوب میشه. یه دونه بورس اوراق بهادار مزایای مختلفی داره. مزایایی که داره اینه که نقد شوندگی در بورس تسهیل پیدا میکنه. ریسک اعتباری در مورد نکول، اگر خاطرتون باشه تک تک اینا توضیح داده شده، ریسک های اعتباری نکول کاهش پیدا میکنه در بازارهای سازمان یافته مثل بورس. و در مورد طرفین معامله شفافیت وجود داره، افشای اطلاعات به طور کامل انجام میشه و قیمت جاری بازار در دسترس افراد قرار داره. ولی در معاملات فرابورس قیمت عموماً و لزوماً برای عموم افراد منتشر نمیشه،
چون قراردادهایی که در بازار خارج از بورس یا فرابورس معامله میشه دو جانبه هستن، هر دو طرف باید نگران ریسک‌های اعتباری طرف مقابل هم باشن و همونطور دقیقاً شبیه معاملات بورسی در بازارهای خارج از بورس هم موارد مختلفی معامله میشه. در بازارهای خارج از بورس هم کالا معامله میشه. ابزارهای مالی مثل سهام هم در اونجا معامله میشه. حالا کدوم سهام ها معمولا میان در خارج از بورس قرار میگیرن؟ اگر بخوایم یک نمونه مثال بزنیم، سهام هایی هستن که شرایط حضور در بازار بورس رو ندارن. سهام هایی هستن که نمیخوان مقید به قیمت گذاری بورس باشن و میخوان در یک فضای آزادی در یک صحنه عرضه و تقاضا قیمت گذاری روی سهام اونها انجام بشه. و مورد بسیار مهمی که در بازارهای فرابورس انجام میشه اوراق مشتقه هستش. بازار اوراق مشتقه فرابورس توی دارایی های مثل نرخ بهره، نرخ ارز، سهام و کالا فعاله. ما در فصل بعد به طور کامل میپردازیم به اوراق مشتقه و بازارهای اوراق مشتقه تا بشناسیم که چطور به وسیله اوراق مشتقه میتونیم ریسک فعالیت خودمون رو و ریسک سرمایه گذاری خودمون رو در بازارهای بورس و فرابورس به شدت کاهش بدیم. زمانی که ما به یک نکته اساسی دقت میکنیم، با توجه به اون نکته اساسی میتونیم سبد سهام خودمون رو و سبد دارایی های خودمون رو کم ریسک بکنیم. همونطور که میدونید یک اصطلاحی وجود داره به عنوان این که نباید تمامی تخم مرغ های خودتون رو در یک سبد بچینید. اوراق مشتقه و بازارهای مشتقه روی این نکته تاکید میکنن و میگن که اگر این اتفاق نیفته و شما در موارد مختلف و متعددی بر اساس سیاست‌ها و استراتژی‌های خودتون روی سهام‌های مختلف، روی اوراق قرضه‌های مختلف، روی ارزهای مختلف، روی کالاهای مختلف سرمایه‌گذاری بکنید، اگر یکیش هم با نوسان مواجه شد، شاید سوداوری اوراق دیگه، سوداوری سرمایه‌گذاری‌های دیگه‌تون بتونه نوسانات این یه مورد رو جبران بکنه. ولی اگر کل سرمایه گذاری هاتون روی یک مورد یا روی یک عنوان سرمایه گذاری انجام بشه، اگر نوسانی هم وجود داشته باشه، کل سرمایه گذاری شما رو تحت شعاع قرار میده. خب برگردیم به صحبتمون در مورد بازار خارج از بورس یا بازارهای فرابورس. مواردی که وجود داره اینه: بازارهای خارج از بورس غالباً بدون مکان فیزیکی هستن و بدون مکان فیزیکی بودنشون یک مزیتی رو به وجود میاره و اون اینه که افراد فارغ از این که الزامی برای حضور در اون بازارها باشه، میتونن از مکانهای مختلف با این بازارها ارتباط برقرار بکنن. از طرف دیگه چون افراد به صورت فیزیکی در مقابل هم قرار نمیگیرن، شاید برای سرمایه گذاران جدید و سرمایه گذاران نوپا یک خوفی رو به وجود بیاره در مورد اینکه تا من طرف مقابل معامله خودم رو نبینم نمیتونم اعتماد بکنم که چه معامله ای انجام میشه یا چه نهادی روی این سازمان ها نظارت داره، کدوم بورس روی این سازمان فرابورس نظارت داره. لذا به دلیل اینکه غالبا بدون مکان فیزیکی مرکزی هستن، غالبا میتونه هم مزیت باشه هم یک عیب باشه. افراد چون مکان فیزیکی مرکزی در فرابورس وجود نداره، از طریق تلفن، ایمیل و سامانه‌های الکترونیکی معمولا معاملات خودشون و ارتباطات خودشون رو انجام میدن. از طریق تلفن با همدیگه تماس میگیرن، از طریق ایمیل و سامانه‌های الکترونیکی با همدیگه در ارتباط هستن. مثلا شما در نظر بگیرید توسط شبکه‌های اجتماعی کانال‌هایی رو به وجود میارن، در اون کانال‌ها یه تعداد افرادی که میخوان در بازارهای مختلف داد و ستد بکنن حاضر میشن، اطلاعات خودشون رو میگذارن، اطلاعات طرف‌های مقابل رو بررسی میکنن و بر اساس اونها پیشنهادات خرید یا فروش محصولاتشون، اوراقشون، سهام‌هاشون رو به طرف مقابل میدن. حالا یک نمونه بود شبکه‌های اجتماعی و استفاده از این بستر برای تسهیل فرایند معاملاتی در فرابورس که سامانه‌های الکترونیکی محسوب میشن. سامانه‌ها و موارد خیلی مختلف دیگه‌ای هم وجود داره که افراد میتونن
توسط اونها معاملات خودشون رو که در فرابورس هستش انجام بدن. بازار فرابورس از ابتدای سالهای یا میتونیم بگیم از ابتدای دهه 70 میلادی توی کشورهای صنعتی مدرن به وجود اومد و نکته جالب اینه در خیلی از موارد بازارهای خارج از بورس سطح فعالیتشون و گستره فعالیتشون بسیار بسیار گسترده تر از بازارهای بورس هستش، چون در بازارهای بورس همونطور که گفتیم مخصوصا در اسلایدهای ابتدایی گفتیم محدودیت هایی در اون بازارها وجود داره که خیلی از شرکت ها نمیخوان قائل به این محدودیت ها باشن. یه محدودیت بارز قیمت گذاری توسط بورسه، در حالی که شاید برخی از افراد لزومی نبینن در مورد اینکه بورس برای اونها قیمت گذاری رو انجام بده و میخوان در عرصه عرضه و تقاضا قیمتشون مشخص بشه. لذا در خیلی از موارد معمولاً گستره معاملاتی در بازار فرابورس خیلی بیشتر از بورس‌های معمولی هستش. پس در خیلی از موارد گسترشون بیشتره. فضای بسیار رقابتی در این بازارها حاکمه به دلیل اینکه افراد به طور مستقیم با همدیگه وارد مذاکره میشن، با همدیگه وارد معامله میشن. فضای رقابتی که در این بازارها وجود داره فضای رقابتی خیلی گسترده‌ایه. غالباً قیمت‌گذاری ها و داد و ستد ها بر اساس اصل چانه‌زنی پایه‌گذاری میشه. افراد بر اساس اصل چانه‌زنی چونه میزنن با هم دیگه، با هم دیگه مذاکره میکنن، سعی میکنن همدیگر رو قانع بکنن تا یک معامله در این بازارها انجام بشه. از طرفی ورود به بازارهای خارج از بورس هم آسان‌تر از بازارهای بورس هستش، لذا فضا رو بیشتر رقابتی تر میکنه. غالبا سهام خیلی از شرکت ها در بازارهای خارج از بورس معامله میشه. بر اساس موانع یا بر اساس مواردی که توضیح داده شد، غالبا شرکت ها مایل هستند که در بازارهای خارج از بورس سهام خودشون رو معامله بکنن. توی ایالات متحده معمولا بخش اعظمی از اوراق قرضه دولت آمریکا که توسط بازارسازها با استفاده از خدمات مزنه‌گذاری معامله گران یا مثلا تابلو اعلانات فرابورس قیمت گذاری میشه، معمولا به صورت آنلاین و در فضای خارج از بورس یا در بازارهای فرابورس معامله میشه. یه نکته ای که لازمه اینجا بگم اینه که سهامی که در بورس معامله میشه میتونه در فرابورس هم معامله بشه، ولی قطعا این کار معمولی نیستش. معمولا افرادی که در تالارها یا در بازارهای بورس پذیرفته شدن به اینکه سهامشون در بازارهای خارج از بورس به فروش بره تمایلی ندارن. سهام فرابورسی ولی نمیتونه معمولا در بازار بورسی معامله بشه. سهامی هم که توی تابلو اعلانات فرابورس مزنه گذاری میشه باید الزامات گزارشگری کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده رو رعایت بکنه. نکته ای که اینجا وجود داره اینه سهامی که در تابلو قیمتش مشخص میشه باید قوانین رو رعایت بکنه. حالا سهامی که در تابلو قیمتش مشخص نیست اون بر اساس توافق افراد وجود داره، ولی سهامی که در تابلو قیمتش مشخص میشه باید اصل افشاگری رو انجام بده و خیلی از سهام ها هم الزامی برای افشاگری ندارن، مثلا اوراق بهادار پینک شیتس و سهام بازار خاکستری یا گری مارکت که توی این موارد یا توی این سهام ها معمولا لزومی نداره که بیان و اصل افشاگری رو انجام بدن. بعضی از شرکت های وجود دارن توی آمریکا که این شرکت ها ابتدا به ساکن سهام خودشون رو در فرابورس معامله کردن، بعد از اینکه تونستن معاملات خودشون رو انجام بدن و به اون صراحت شرایط یا الزامات تالار بورس رسیدن وارد تالارهای بورس شدن، از فرابورس خارج شدن. یکی از این شرکت ها شرکت والمارت. شرکت والمارت در فرابورس ابتدا وارد معامله شد و مبادله سهام خودش رو در فرابورس انجام داد
و اصطلاحاً سهام این شرکت ها با زیرمجموعه هایی که توی 5 تا ایالت داشتن وارد معامله شد در فرابورس و در کمتر از یک سال تونست درآمد فروش بیش از 1 میلیاردی داشته باشه و از بابت کسب درآمد عنوان سریع ترین شرکت رو به خودش اختصاص داد و بعد در سال 1972 وارد بورس اوراق بهادار نیویورک شد. علاوه بر بازارهای خارج از بورسی که در اونها سهام معمولا معامله میشه، بازارهای خارج از بورس دیگه ای رو داریم. یه نمونش بازارهایی که توی اونها گواهی‌های سپرده قابل معامله معمولا داد و ستد میشه. در این بازارها گواهی‌های سپرده‌ای که معامله میشه معمولا اوراقی هستن که میتونه بر اساس ارزش سپرده خودشون برای افراد مختلف اولویت بندی رو ایجاد بکنه. مثلا بعضی وقتا حتما شنیدید بعضی از وام‌های مسکنی وجود داره در کشور خودمون که اگر شما راغب باشید که اونها رو بخرید یا دریافت بکنید وام مسکن رو، یا باید برید و در بانک مطبوع سرمایه گذاری بکنید، به میزان مشخص سپرده گذاری داشته باشید و با زمان مشخص تا بتونید مشمول دریافت اون وام باشید. پیشنهاد دیگری که این نوع بانک ها به شما میدن اینه که برخی از افراد بر اساس نیازهای خودشون رفتن در این مجموعه سپرده گذاری کردن، امروزه نمیخوان از وام استفاده بکنن ولی اولویت و حق تقدم دریافت وام رو دارن. شما میتونید در فرابورس وارد معامله با این افراد بشید و با پرداخت مبلغ مشخصی که یا فرابورس یا بین خودتون با اون فرد مشخص تعیین میشه مبلغی رو به ایشون پرداخت بکنید و حق تقدم یا گواهی سپرده ایشون رو از ایشون دریافت بکنید و به جای ایشون شما از وامی که ایشون سرمایه گذاری کرده بودن و مشمول بودن شما از این وام منتفع بشید. بازار دیگه‌ای که وجود داره وجوه بانک مرکزی هستن که بانک ها باید برای پذیرفته شدن در بانک مرکزی سرمایه گذاری بکنن. اگر بخوایم نمونه ای بزنیم از این موارد، میتونیم وجوه یا سپرده های احتیاطی، ذخیره های احتیاطی و ذخیره های قانونی رو بحث بکنیم و سایر وجوهی که برای قبولی بانک ها در بانک مرکزی نگهداری میشه. مطلب بعدی که میخوایم بررسی بکنیم ضرورت تشکیل بازارهای خارج از بورس هستش. دلایل زیادی وجود داره که بازارهای خارج از بورس تشکیل پیدا بکنن، بازارهای فرابورس تشکیل بشن و به کمک معاملگرهامون بیان، مخصوصا در کشور ما. دلیل اول اینه که ظرفیت مناسبی رو بازارهای خارج از بورس برای بکارگیری ابزارهای مالی دارن. ابزارهای مالی مختلفی وجود داره که فرابورس امکانی رو به وجود میاره که از این ابزارهای مالی استفاده بشه. یکی از مهمترین و بهترین ابزارهای مالی اوراق مشتقه هستن که میتونه به نوعی بیمه کننده و کاهش دهنده ریسک سبد سرمایه گذاری ما محسوب بشه. دلیل دوم، تشکیل این بازارها باعث میشه که ما به رشد اقتصادی اصطلاحا سوق پیدا بکنیم. توسعه بازار مالی و سرمایه باید انجام بشه. توسعه بازارهای مالی و سرمایه فقط به وسیله بازارهای بورس امکان پذیر نیستش، چون علارغم اینکه بازارهای بورس مزایایی رو مثل نقدشوندگی دارن، مثل کاهش ریسک نکول دارن، در مقابل شرایط و اصطلاحا مقررات دست و پاگیری رو هم دارن که این مقررات دست و پاگیر باعث میشه که خیلی ها راغب به حضور در این بازارها نباشن. لذا برای افرادی که به دلایل مشخصی نمیخوان این مقررات و این محدودیت ها رو بپذیرن، بازارهای خارج از بورس میتونن این موانع رو وردارن از مقابل سرمایه گذاران تا سرمایه گذاران بتونن سرمایه گذاری های خودشون رو انجام بدن. مورد بعدی امکان معامله سایر اوراق بهاداره و انعطاف پذیری هزینه های معاملاته. یه نکته ای که وجود داره اینه که در بازارهای خارج از بورس یا فرابورس غالبا بدون حضور کارگزاران معاملات امکان پذیره و شما میتونید بدون کمک یک کارگزاری در بازار بورس معامله خودتون رو انجام بدید. تمامی کارگزارانی که در صحنه بورس و در تالارهای بورس وجود دارن، اونها بر اساس اقدامات و خدماتی که به شما میدن در مقابلش حق الزحمه رو دارن دریافت میکنن.
ولی میتونه بازار فرابورس امکان رو به وجود بیاره که شما بر اساس تجربه خودتون، آگاهی خودتون یا انتخاب خودتون میرید سراغ خرید و فروش و هزینه های بالایی رو متحمل نمیشید. مورد بعدی انعطاف پذیری بازار خارج از بورس در مقررات هستش. مقررات سخت و دست و پاگیر یا برقراری الزامات پذیرشی دشواری که از طرف بورس ها برای سرمایه گذارها اعمال میشه یا به نوعی از دیدگاه طرفداران بازارهای خارج از بورس تحمیل میشه در فرایند خارج از بورس وجود نداره. لذا فرابورس میتونه انعطاف پذیری بالایی رو در مقررات داشته باشه و بتونه یک مجموعه یک بستری جاذب برای جذب سرمایه گذاری های مختلف باشه. در بازارهای بورس انعطاف پذیری برای برآورده کردن تمامی نیازها و سلایق سرمایه گذاران وجود نداره. دلیلش یه نکته مشخصه. سرمایه گذارانی که وارد عرصه سرمایه گذاری در بازارهای مالی میشن تمایلات و سلایق مختلفی دارن، ولی در مقابل این بازار بورس هستش که برخی از شرکت ها رو یا میشه گفت همه شرکت ها رو تعیین میکنه. قوانین و مقررات بازار بورس هستش که سرمایه گذاری های از پیش تعیین شده ای رو در برابر سرمایه گذاران قرار میده و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و خرید و فروش مجبورن که از سهام یا اوراق بهادار این شرکت ها و این مجموعه ها استفاده بکنن. ولی در بازارهای خارج از بورس این امکان وجود داره که افراد مختلفی وارد بشن. در مقابل فرابورس شرایطی یا بستری رو ایجاد میکنه که در قالب این شرایط و بستر شرکت‌های مختلفی یا میتونیم بگیم در حالت کلی سرمایه گذاران و سرمایه پذیران مختلفی با سلایق مختلف و با تنوع بالاتری میتونن در این بازار حاضر بشن و اونجا به داد و ستد اوراق بهادار خودشون یا کالاهای مورد نظر خودشون یا هر چیزی که قابلیت عرضه رو داره بپردازن. مورد بعدی لزوم سازماندهی و نظارت روی بازارهای خارج از بورسه. بازارهای خارج از بورسی که الان دارن فعالیت میکنن شاید سازماندهی و نظارت دقیق و مدونی روی اونها انجام نمیشه. این سازماندهی یا ساماندهی و نظارت مفهوم این رو نداره که قوانین و مقررات دست و پاگیر بورس در این سازمان ها اعمال بشه. نه، صحبت اینه که این سازمان ها و این بازارها یعنی بازارهای خارج از بورس هم بتونن تحت نظر نهادهای مختلفی و بر اساس استانداردهای مختلفی فعالیت بکنن تا افرادی که وارد این بازارها میشن برای سرمایه گذاری یا سرمایه پذیری بتونن با اطمینان خاطر و با ریسک کمتری در این بازارها به داد و ستد بپردازن. مسئله بعدی مخاطره سرمایه گذاری در بازارهای اولیه هستش. زمانی که یک بازار خارج از بورس مدون و منظمی به وجود بیاد، این بازار باعث میشه که افرادی که در بازارهای اولیه میرن سرمایه گذاری انجام میدن با خیال راحت و با مخاطرات بسیار پایین تری سرمایه گذاری خودشون رو انجام بدن، چون مطمئنن که میتونن با تنوع بالایی اوراق بهادار خودشون رو در بازارهای ثانویه و مخصوصا فرابورس بفروشن. ولی در بعضی از موارد بعضی از شرکت‌ها، بعضی از نهادها، ارگان‌ها یا هر سرمایه پذیری رو میتونه در نظر بگیرید اوراق بهاداری رو میخواد منتشر بکنه، چون اوراق بهادار این سازمان در بازارهای فرابورس قابلیت خرید و فروش رو نداره، تقاضا برای خرید اوراق این شرکت ها، این نهادها در بازارهای اولیه کاهش پیدا میکنه. مسئله بعدی ارتقاء بورس هستش. زمانی که یک بازار فرابورس موفق و قدرتمندی در یک جامعه باشه باعث میشه که بازار بورس به فکر رقابت باشه، چون زمانی که بازار خارج از بورس یا فرابورس شرایط خیلی آسونی رو در برابر سرمایه گذاران و سرمایه پذیران میگذاره معمولا مشتریان بیشتری رو جذب میکنه، یا میتونیم بگیم سهم بازار این مجموعه ها افزایش پیدا میکنه. لذا زمانی که بورس این مشکل و این خطر رو در کنار خودش میبینه
سعی میکنه خودش رو اصلاح کردن، خودش رو ارتقا دادن و وارد رقابت شدن با بازار خارج از بورس، و این رقابت سالم میتونه منجر به ارتقاء هم بورس و هم فرابورس در یک کشور بشه. زمانی که یک فرایند یا یک بستری به نام فرابورس در یک کشوری آماده میشه و وارد عمل میشه برای انجام وظایف خودش، باعث میشه که زیرساخت‌های لازم برای دسترسی به بازارهای الکترونیکی هم تسریع پیدا بکنه، چون ماهیت یا اصطلاحاً پایه فعالیت در بازارهای فرابورس بازارهای الکترونیکی و بسترهای الکترونیکی هستن. اگر بازارهای فرابورس همه گیر بشن، میتونیم انتظار داشته باشیم که در پی این اتفاق همه گیر شدن بازارهای الکترونیکی هم پیشرفتی رو داشته باشن. بازارهای فرابورس میتونه در خیلی از موارد خیلی موفق تر از بازارهای بورس اقدام بکنه برای جذب سرمایه های سرگردان به سرمایه گذاری. دلیلش اینه که همونطور که توضیح دادم خدمتتون، علایق افرادی که میخوان سرمایه گذاری بکنن متفاوته. این تفاوت علایق باعث میشه که شاید تمایلی به سرمایه گذاری روی اوراق بهاداری که در بورس معامله میشه نداشته باشن. از طرفی چون محل سرمایه گذاری دیگه‌ای رو ندارن، برن سراغ بازارهایی که موجب افزایش سطح نقدینگی، موجب افزایش نوسانات و موجب افزایش تورم در جامعه میشه، مثل بازار ارز. لذا زمانی که بازارهای فرابورس بتونن موفق عمل بکنن، میتونه سرمایه های سرگردان رو به سمت خودش جذب بکنه و جذب سرمایه های سرگردان به سمت بازارهای فرابورس باعث میشه که تورم کاهش پیدا بکنه، اصلاح ساختاری اقتصادی اتفاق بیفته و مزایای دیگه که میتونیم اونها رو استراحاً بشناسیم. با توجه به مباحثی که عرض کردم خدمتتون و با توجه به وجود اومدن شناختی از بازارهای خارج از بورس و در نهایت اثبات شدن لزوم ورود این بازارها به بازارهای مالی کشورهای مختلف، قطعاً این بازارها باید شرایط و ویژگی‌هایی رو هم داشته باشن تا بتونه که این ویژگی‌ها جاذب باشه برای سرمایه‌گذاران مختلف. زمانی که ما داریم در مورد ضرورت تشکیل بازارهای خارج از بورس بحث می‌کنیم، خیلی وقتا ایراداتی از بازارهای دیگه می‌گیریم. پس الان اگر بخوایم بازار خارج از بورسی رو افتتاح بکنیم، باید ویژگی‌هایی داشته باشه که از ویژگی‌های بارز اون رفع نواقصات بازارهای دیگه هستش. حالا بریم ویژگی‌های خاص بازارهای خارج از بورس رو بررسی بکنیم. در مورد ویژگی‌های خاص بازارهای خارج از بورس، باید این نکته رو در نظر بگیریم که تمامی مواردی که لازم هستش برای به وجود اومدن یک بازار موفق خارج از بورس، شاید به دلیل ملاحظات اقتصادی، ملاحظات سیاسی یا مشکلات اقتصادی و سیاسی در جوامع مختلف با یک ویژگی ثابت و برابر و مساوی قابلیت پیاده سازی رو نداشته باشه. ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون، به دلیل اینکه باید در بازارهای خارج از بورس معایب بازارهای بورس اصلاح بشه تا جاذب باشه، تا بستری مناسب برای سرمایه گذاری باشه، برخی از ویژگی‌های خاص اینجا شمرده میشه. اولین ویژگی اینه که بازارهای خارج از بورس هیچ مکان فیزیکی متمرکز و خاصی رو ندارن. این اتفاق باعث میشه که افراد الزامی وجود نداشته باشه که در بازارها حضور پیدا بکنن. لزومی وجود نداشته باشه که افراد خودشون رو مقید به یک زمان و به یک مکان مشخص بکنن. از طرفی چون مکان فیزیکی متمرکز و خاصی وجود نداره، اطلاعات مربوط به بازارهای خارج از بورس هم فقط در یک مکان فیزیکی متمرکز افشا نمیشه. این اطلاعات در هر جایی از دنیا که یک سرمایه‌گذار لازم داره میتونه در دسترسش قرار بگیره. لذا خریدارها و فروشندگان توی این بازارها حضور فیزیکی ندارن و از فناوری‌های ارتباطی و مخابراتی، مثلا تلفن، ایمیل، بسترهای الکترونیکی استفاده میکنن تا در اینجا خرید و فروش خودشون رو انجام بدن.
نکته ای که اینجا وجود داره اینه که افشای اطلاعات این بازارها هم بر بستر ارتباطات الکترونیکی و ارتباطات اینترنتی و ماهواره‌ای هستش. لذا افرادی که به دنبال جذب اطلاعات هستن حتما نیازی نیستش که حضور فیزیکی داشته باشن در یک مکان مشخص و میتونن به اطلاعات دسترسی پیدا بکنن. همونطور که عرض کردم خدمتتون، معاملات از طریق تلفن یا شبکه‌های کامپیوتری انجام میشه. اسم گذاری که روی این بازار انجام شده بازار خارج از بورس هستش. اگر بریم به گذر تاریخی این بازار نگاه بکنیم، این نامگذاری از این سیر تاریخی به وجود اومده، چون در زمانهای گذشته غالباً خرید و فروش هایی که به عنوان بازارهای خارج از بورس انجام می شد روی گیشه های بانک ها انجام می شد و چون در اصطلاح فضای خارج از بورس انجام می شد معاملات و مخصوصا میگم روی گیشه های بانک ها انجام می شد، اسم اون رو بازارهای خارج از بورس گذاشتن که این بازارهای خارج از بورس به عنوان بازارهای فرابورس هم شناخته میشه. یعنی کلمه بازارهای فرابورس به بازارهای خارج از بورس اطلاق میشه. معمولا توی این بازارها اوراق بهادار شرکت‌های جدید و کوچک که معیارهای حضور یا شرکت در بورس رو نمیتونن فراهم بکنن داد و ستد میشه و زمانی که شرکت‌هایی نمیتونن پذیرش بگیرن و معامله بکنن سهام خودشون رو در بازارهای بورس میان سراغ فرابورس. مزیت نداشتن مکان فیزیکی متمرکز و الزامی نبودن حضور فیزیکی خریداران و فروشندگان در یک مکان متمرکز، از طرفی مزیت معاملات از طریق تلفن یا شبکه کامپیوتری علاوه بر اینکه بعد مسافت رو از بین میبره، میتونه انجام معاملات 24 ساعته رو امکان پذیر بکنه. این اتفاق میتونه یک اتفاق بسیار ارزشمند در فضای داد و ستدهای بین المللی باشه، چرا که تفاوت‌های ساعاتی قاره‌های مختلف یا کشورهای مختلف در خیلی از اوقات مانع سرمایه‌گذاری یا مانع ایجاد معاملات صحیح افراد در بازارهای خارجی رو داره. زمانی که شما میتونید 24 ساعته معاملات خودتون رو انجام بدید، به سادگی میتونید در هر جای دنیا حضور داشته باشید و در بازار هر جای دنیایی که دلتون میخواد خرید و فروش خودتون رو انجام بدید. مسئله بعدی اینه که به دلیل اینکه ضوابط محدود کننده بازارهای بورس در فرابورس وجود نداره، تعداد شرکت‌ها و مؤسساتی که اوراق بهادار خودشون رو در فرابورس عرضه می‌کنن بسیار بیشتر از بورس‌های رسمی هستش. ولی همین مزیت میتونه عیب این سازمان‌ها هم باشه، چون در بازارهای خارج از بورس معمولاً نظارت دقیق و مشخص و قوانین مشخصی وجود نداره، در بازارهای خارج از بورس ریسک بالایی در معاملات وجود داره. افرادی که غالباً ریسک پذیرن و از ریسک‌های بالا استقبال می‌کنن، سودهای احتمالی خیلی بالایی رو اینجا میتونن دریافت بکنن یا در مقابل زیان‌های احتمالی خیلی بالایی رو هم میتونن متحمل بشن. ولی معمولاً افرادی که ریسک گریز هستن، بازارهای فرابورس برای اونها پیشنهاد نمیشه، چون بستر معقول و بستر استراحه مناسبی برای این افراد یا این تفکرات نیست. چون در فرایند خرید و فروش بازارهای خارج از بورس، هزینه‌های پذیرش و ثبت نام شرکت‌های مختلف خیلی کم هستش، این فرایند پذیرش و ثبت نام در بورس نیستش، به همین دلیله که حق ثبتی هم که کارگزارها یا شرکت‌های مختلف برای ثبت خرید و فروش خودشون یا نقل و انتقالاتی که انجام میدن دریافت میکنن، حق ثبت خیلی پایینی هستش. مقررات محدود کننده‌ای که در بورس رسمی وجود داره در فرابورس وجود نداره. در بورس‌های رسمی مقررات محدود کننده مختلفی وجود داره، مثلا ساعات رسمی کار تالار بورس که مشخص میکنه از ساعت 8 تا ساعت 1 بعد از ظهر معاملات اینجا انجام میشه. تعداد سهام مورد معامله، حداقل باید این میزان تعداد سهام معامله بشن.
حق کارگزاری مشخص شده و تعیین شده وجود داره و افراد الزاماً باید اون حقوق کارگزاری رو پرداخت بکنن. ولی در بازارهای خارج از بورس این مقررات محدود کننده وجود نداره. بریم سراغ اوراق بهادار قابل معامله در بازارهای خارج از بورس. حالا که گفتیم بازارهای خارج از بورس ضرورت برای تشکیلش بالاست و ویژگی‌هاش رو هم بررسی کردیم و سعی کردیم در ویژگی‌های اون ایرادات و نواقصات بازار بورس رو رفع بکنیم و از طرفی میگیم هر فردی هر شرکتی راحت‌تر میتونه در این بازارها به معامله اوراق خودش بپردازه. ببینیم چه اوراقی قابل معامله هستن در فرابورس. سهام شرکت‌های برتر که میتونن یا راغبن یا مایلن در این بازارها سرمایه گذاری بکنن. اوراق بهاداری که برای اولین بار عرضه میشه قابلیت خرید و فروش در بازارهای خارج از بورس رو داره، چون بازارهای بورس به عنوان بازار ثانویه شناخته میشه. ولی در بازارهای خارج از بورس اوراق بهاداری که برای اولین بار عرضه میشه قابلیت عرضه رو در بازار خارج از بورس داره. اوراق قرضه دولتی، شهرداری ها و راه آهن ها، همونطور که عرض کردم خدمتتون، بخش عمده ای از اوراق قرضه ایالات متحده در بازارهای خارج از بورس به فروش میره. سهام شرکت های ورشکسته، چون یکی از قوانین حضور در بورس و تالار بورس این هستش که شرکت‌ها توانایی مالی سوداوری در هر سال رو داشته باشن، یک سوداوری مشخصی رو داشته باشن، قطعاً شرکت‌های ورشکسته نمیتونن برای تأمین مالی و خروج از ورشکستگی برن سراغ تالارهای بورس و لذا میان در فرابورس سهام خودشون رو منتشر میکنن. سهام شرکت‌های خارجی و بین‌المللی، مخصوصاً به دلیل اینکه 24 ساعت بازارهای خارج از بورس فعاله و شما میتونید در هر جایی از دنیا سهام هر کدوم از کشورهای دنیا رو که دلتون میخواد معامله بکنید، لذا به سادگی میتونید شرکت‌های خارجی و سهام اونها رو معامله بکنید. سهام شرکت‌های کوچک و کم ارزش، چون کوچک هستن و کم ارزش هستن توانایی حضور در بازارهای بورس رو ندارن. اسناد بدهی، اسنادی که حق تقدم برای دریافت‌های وام‌ها رو ایجاد می‌کنن، یا اسنادی هستند که به عنوان بدهی‌های مختلف شرکت‌های مختلف ایجاد میشن و یک بدهی ایجاد می‌کنه برای تأمین مالی مشخص. صندوق‌های مشترک، صندوق‌هایی که بر اساس قوانین فعالیت خودشون برای تأمین مالی و صراحتاً رابط بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر هستش. قراردادهای آتی و اختیار معامله که قراردادهایی برای اتفاقات آتی و اختیارهای معاملات مشخص و مدونه که در فصول آینده با تمامی جزئیات قراردادهای آتی و اختیار معامله توضیح داده خواهد شد و سایر مواردی که میتونه در فرابورس معامله بشه. نهادهای فعال در بازار خارج از بورس یا فرابورس به سه دسته بندی تقسیم میشن: معامله‌گرا، بازارسازها و کارگزاران. معامله‌گرا افرادی هستند که سهام و اوراق بهادار شرکت‌ها رو می‌خرن، خودشون خرید رو انجام میدن و میان اون اوراق که خریداری کردن رو می‌فروشن. بنابراین معامله‌گران تمامی مخاطرات و ریسک مربوط به معاملات رو صراحتاً می‌پذیرن و بر اساس اون ریسک میان فعالیت خودشون رو و معاملات خودشون رو انجام میدن. حضور معامله‌گر توی بازار تأثیر خیلی مهمی روی نقد شوندگی و تعادل بازار داره، چرا که معامله‌گرا همونطور که در برابر یک فروشنده خریدار هستن، از یک فروشنده میخرن، در برابر یک خریدار هم خودشون فروشنده هستن و چون رابط و واسطی این وسط هستن، بخشی از مخاطرات مربوط به نقد شوندگی رو کم میکنن این افراد. بازارسازها توضیح داده شد توی این فصل هم در موردشون، کسایی هستن که خرید و فروش اوراق بهادار رو انجام میدن، هم توی بورس و هم در فرابورس این بازارسازها فعالیت میکنن و در هر دو بازار معمولا نقش یکسانی رو دارن. استراحتن
این بازارسازها زمانی که دارن خرید و فروش اوراق بهادار رو انجام میدن، معمولا روی چند تا اوراق بهادار بیشتر تمرکز میکنن و سعی میکنن بازارسازی اونو انجام بدن. زمانی که معامله گرا خرید و فروشی رو روی اوراق بهاداری که بازارسازها روی اون متمرکز هستن انجام میدن، بازارسازها وظیفه تعادل بازار رو بر عهده میگیرن. یعنی اگر تقاضا زیاد باشه در اون بازار، سعی میکنن اون اوراق رو عرضه بدن تا قیمت ها متعادل بمونه. اگر عرضه بیشتر باشه، سعی میکنن تقاضا رو کاهش بدن یا قیمت ها رو کاهش بدن تا عرضه کاهش پیدا بکنه تا تعادل در بازار حفظ بشه، و اجازه نمیدن که قیمت سهام یا اوراق بهاداری که روی اون تمرکز کردن در یک روز چنان دچار نوسان شدیدی بشه که بازار به هم بریزه. اصطلاحاً اجازه نمیدن نوسانات بسیار شدیدی در بر بگیره یه چند تا اوراق قرضه یا اوراق بهاداری که این بازار سازها روی اون تمرکز کردن. کارگزارها در خارج از بورس تعداد زیادی از افراد و مؤسسات کارگزاری هستند که معامله گری ها رو انجام میدن. کارگزارای معامله گر سهامو به حساب خودشون خرید و فروش میکنن و در بعضی از موارد هم وظیفه کارگزاری خودشون انجام میدن، یعنی برای افراد دیگه ای خرید و فروش انجام میدن و از قبل خرید و فروشی که انجام دادن کارمزدی رو دریافت میکنن. لذا کارگزاران همون وظایف خودشون رو ایفا میکنن. ما در دنیا سه نوع بازار خارج از بورس یا سه نوع بازار فرابورس داریم: بازار معاملات سنتی، بازار معاملاتی الکترونیکی و بازار معاملاتی بهینه. در بازارهای معاملات سنتی، معامله‌گرها به عنوان بازارسازها قیمت خرید و فروش رو اعلام میکنن. معامله‌گرها قیمتهای خودشون رو پیشنهاد میدن و قیمت قابل اجرا، یعنی قیمتی که واقعا بشه روی اون خرید و فروش رو انجام داد، از طریق تلفن مذاکره میشه یا گاهی اوقات هم روی سایت ها استراحت مذاکرات انجام میشه. این نوع معاملات معاملات دو طرفه هستن، چون هر دو طرف از قیمتی که در یک مقطع زمانی توسط تلفن یا سایت اعلام میشه مطلع هستن. فرایند بازار معاملاتی الکترونیکی شبیه معاملات الکترونیکی توی بورسه، ولی به این دلیل که بازار خارج از بورس نامیده میشه تفاوتی داره. تفاوتش وجود استاندارد کمتره و قرارداد طراحی شده و صراحتاً استاندارد مدونی درباره بازارهای معاملاتی الکترونیکی وجود نداره و معاملات مشتقه شفافی داره در برابر اون عدم استاندارد وجود داشتن، ولی در مقایسه با بازار بورس استاندارد کمتری رو داره. بازارهای معاملاتی بهینه ترکیبی از دو تا بازار سنتی و الکترونیکی هستن. معامله‌گر قیمت خرید و فروش خودش رو انحصاراً به اطلاع فعالان بازار میرسونه و معامله‌گر به عنوان طرف معامله در هر دو طرف قرارداد عمل میکنه و تقریباً میشه گفت بخش اعظمی از ریسک‌های اعتباری به معامله‌گر برمیگرده. اگر نوسانات منفی در قیمت در بازار وجود داشته باشه، معامله‌گر متعهد به رفع اون نوسانات موجود در بازار هستش. مکانیسم انجام معاملات در فرابورس به طور کلی توضیح داده شد، ولی اگه بخوایم با جزئیات بیشتری نگاه بکنیم، میتونیم بگیم اصول معامله توی این بازار بر اساس فرایند چانه‌زنی و مکانیسم عرضه و تقاضا اصطلاحاً پایه‌ریزی میشه و عرضه و تقاضا قیمت رو در بازار مشخص میکنن. مشتری‌ها و کارگزارها از طریق تلفن و اینترنت با هم در ارتباطن و درخواست‌های خودشون رو از طریق تلفن و اینترنت ثبت میکنن. روش کلی معاملات این شکلیه که اول خریداران و فروشندگان تقاضای خودشون رو در سیستم ثبت میکنن، بعد با توافق روی قیمت نقل و انتقال قطعی سهام با وکالتنامه محضری شکل میگیره و در نهایت خریدار میتونه با مراجعه به شرکت و ارائه مدارک نسبت به تعویض برگه سهام و تحویل برگه سهام جدید و به نام خودش اقدام بکنه.
هر شخصی میتونه با ثبت یک درخواست که این درخواست میتونه خرید یا فروش باشه وارد بازار بشه و برای موفقیت توی این بازار فقط کافیه که یه پیشبینی دقیق میان مدت از قیمت سهام مورد نظر خودش داشته باشه و بعد اقدام به سرمایه گذاری بکنه. و باید توجه داشته باشید که سرمایه گذاری توی بازار خارج از بورس یه پروسه کوتاه مدت نیستش و با دید کوتاه مدت نباید وارد این بازار بشید، چون اگر با دید کوتاه مدت وارد بشید چندان موفق نخواهید بود. و در نهایت اینکه نهادهای واسطه در بازار فرابورس ملزم هستن معاملات خودشون رو به نهادهای مرجع گزارش بدن. نهادهای مرجع مثلا نهاد خود انتظام یا بورس یا هر جایی که به عنوان نهاد مرجع اون بازار فرابورس شناخته میشه. بازارهای خارج از بورس در سایر کشورها و در ایران. بازارهای خارج از بورس در آغاز قرن 20 میشه گفت راه اندازی شده و خرید و فروش ها از طریق آگهی هایی که توی روزنامه ها داده میشد و نشریات مالی انجام میشد. این بازارها در ابتدای ورود خودشون قطعا توجه خیلی زیادی رو به سمت خودشون نتونسته بودن جلب بکنن و به عنوان یک بازارهای ناکارا شناخته می شدن. سازمان یافته ترین این ابزارها توی ایالات متحده قرار داره. ساماندهی و تولد بازارهای خارج از بورس در ایالات متحده برمی گرده به سال 1904. به مرور زمان فرایند کارا کردن و نهادینه شدن این بازارها انجام میشه و باعث شکل‌گیری ساختارها، نهادهای صنفی خود انتظام، تصویب قوانین مورد نیاز و تنظیم مقررات و تعیین سازوکارها و رویه‌های انجام معاملات در این بازارها میشه. ولی زمانی که فناوری‌های پیشرفته الکترونیکی، مخابراتی و اینترنت وارد این بازارها میشه، انقلاب گسترده‌ای رو در این بازارها به وجود میاره که باعث میشه گردش سالمتر و سریعتر اطلاعات انجام بشه و معاملات سریعتر و دقیقتر انجام بشن. در حال حاضر ما بازار فرابورس ایالات متحده رو میتونیم به 4 بخش تقسیم بندی بکنیم. معامله‌گرا و کارگزارانی که در گروه انجمن ملی جای میگیرن و از سیستم خودکار درج قیمت‌ها یا نزدک استفاده میکنن. مشارکت کنندگان در بازار فرابورس، بازار پینک شیتس و بازار گری مارکت یا بازار خاکستری که سایر بازارهای سهام خارج از بورس که در قالب بازارهای قبلی جای نگرفتند. تمامی بازارهایی که در 3 مدل قبلی جای نگرفتند در گری مارکت یا بازارهای خاکستری جای میگیرند. نکته ای که باز هم لازمه اینجا بگم اینه که بازارهای فرابورس در کشورهای مختلفی دارن فعالیت میکنن، ولی بر اساس سیاستها، ساختار، اندازه بازار و اوراق قابل معامله در بازارها و اعضا و مشارکت کنندگان در بازارها، این بازارهای مختلف در کشورهای مختلف با هم تفاوت دارن و نمیشه گفت که یک ویژگی ثابتی داشته باشن و تمامی این بازارها این ویژگی ها رو رعایت بکنن یا یک الزامات مشخصی باشه تمامی بازارهای در دنیا ملزم به رعایت این الزامات باشن. توی ایران ضرورت ایجاد بازارهای خارج از بورس در برنامه 3 و 4 توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین قانون جدید بازار اوراق بهادار کشور مورد توجه قرار گرفته. ماده 94 قانون برنامه 3 توسعه کشور به صراحت یه شبکه رایانه‌ای بازار سهام رو پیشنهاد داده و گفته که برای انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع رسانی در سطح ملی و بین المللی حتما باید یک بستر رایانه‌ای برای بازار سرمایه به وجود بیاد. توی برنامه 4 توسعه هم توی ماده 15 به بازار سرمایه اشاره شده و شورای بورس مکلف شده که در وهله اول بازار سرمایه رو از طریق راه اندازی تالارهای منطقه‌ای و استانی، به وجود آوردن شبکه‌های کارگزاری و کارگزاران محلی از نظر جغرافیایی گسترش بده و شروع بکنه بازارهای تخصصی رو هم گسترش بده. بازارهای خارج از بورس ارتباط با بورس‌های جهانی برای تبادل اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار.
توی این ماده شورای بورس موظف شده برای تسهیل در امر داد و ستد اوراق بهادار شبکه الکترونیک داد و ستد اوراق بهادار رو راه اندازی بکنه. همچنین در بند 8 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار بازار خارج از بورس معرفی شده و در ماده 28 قانون جدید بورس اوراق بهادار تشکیل این بازارها به اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار موکول شده و برای سازماندهی تشکیل این بازارها دستورالعمل فعالیت بازار خارج از بورس در 11 ماده و 4 تبصره در شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده. همچنین تو ایران اقداماتی هم در راستای تشکیل بازارهای فرابورس انجام شده. در مرحله اول از بعضی از شرکت‌ها که متقاضی حضور در این بازارها هستند دعوت شده که برای راه اندازی بازارهای خارج از بورس اصطلاحاً همراه باشن و آشنا بشن با فرایند فعالیتی این بازارها و ببینن که چه اتفاقاتی و چه اعمالی در این بازارها قراره که انجام بشه. توی دومین مرحله تحقیق و مطالعه برای معرفی و شناخت بازارهای خارج از بورس انجام شده و مطالعات تطبیقی بازارهای خارج از بورس و بررسی بیشتر وضعیت بازارهای خارج از بورس غیر رسمی در ایران و در خارج کشورها انجام شده تا بر اساس بررسی‌های تطبیقی عملکرد صحیح این بازارها شناسایی بشه و در داخل کشور از اونها الگو برداری بشه. و در مرحله سوم تحقیقات اجرا شده همراه با گزارش‌های توجیهی برای بررسی و انتخاب گزینه مطلوب به هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار ارائه شده و علاوه بر این اتفاقات تالارهای مختلفی برای مبادلات فرابورسی کشور به وجود اومده که اگه بخوایم از اونها نمونه‌هایی بزنیم میتونیم بگیم تالار فرابورس دریا، شبکه مبادلات غیررسمی اردیبهشت که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متولی این تالار هستش، سرمایه گذاری بهمن آریا، فرابورس احیا سپاهان، شرکت شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران شمسا از جمله تالارهای فرابورس در کشور هستند. با اجرایی شدن کامل سیاست‌های افتتاح بازارهای فرابورس در کشور ما میتونیم فرصت‌های خیلی ارزشمندی رو در بازارهای مالی خودمون به دست بیاریم. اگه بخوایم این فرصت‌های ارزشمندی که فرابورس در کشور ارائه می‌کنه رو معرفی بکنیم میتونیم از این اسلاید به بعد اونها رو بشناسیم. ابتدا به ساکن یک بازار گسترده‌تر مرکزی هستش. با تشکیل بازار خارج از بورس میتونیم یک مرکز برای تالارهای فعلی مبادله سهام تعریف بکنیم که این مرکز از جهات بسیاری خیلی متفاوته. این بازار تخصصی یه بازار گسترده تر مرکزی نسبت به تالارهای مجازی موجوده که به مرور زمان قطعا رونق پیدا میکنه و مبادله سهام شرکت‌های متنوع و از طرفی مبادله سایر سهام یا اوراق تجاری که دست به دست الان در حال معامله شدنه توی این بازارها متمرکز میشه و تمرکز در یک بازار نظاممند میتونه افزایش نقد شوندگی سهام رو در تالارهای مجازی ناشی بشه. با توجه به اینکه بورس و شرکت‌های بورسی سهم ناچیزی از تشکیل سرمایه کشور رو به خودشون اختصاص میدن، اگر تمهیداتی ببینیم در جهت گسترش بازار سرمایه و جذب شرکت‌های بیشتر در بورس و فرابورس، علاوه بر اینکه بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور انجام میشه، ما به افق‌های پیش‌بینی شده در سند چشم‌اندازها هم میتونیم برسیم. لذا زمانی که یک بستر مدون و منظم وجود داشته باشه میتونیم همونطور که در اسلایدهای قبلی هم توضیح داده شد سرمایه‌گذاری‌های سرگردان رو به سمت سرمایه‌گذاری‌های هدفمند هدایت بکنیم. اگه بخوایم مقایسه بکنیم بازار فرابورس رو، خیلی از مشکلات شرکت‌های بورسی رو بازارهای فرابورس چندین بارم اشاره کردیم اصلاح می‌کنه و بیشترین سرمایه رو می‌تونه جذب بکنه، می‌تونه بهتر سهام رو بازار گردونی بکنه چون تسهیل می‌کنه فرایند داد و ستد رو، داد و ستد جریان یا بازار گردانی بهتر سهام رو باعث میشه.
معاملات و نقد شوندگی سهام افزایش پیدا میکنه. همونطور که گفتیم زمانی که تسریع بشه معاملات سهام های مختلف، افزایش نقد شوندگی سهام هم اتفاق میفته. وجود بازار فرابورس در کنار بازار بورس اوراق بهادار این امکان رو به شرکت ها و سهامدارا میده که قبل از ورود به بازار بورس تجربه ای رو از حضور در یک بازار مشابه توی کارنامه خودشون ثبت بکنن و برن سراغ نقاط ضعف و قوت خودشون و ببینن که آیا آمادگی لازم رو دارن که به بازار بورس اوراق بهادار وارد بشن. و علاوه بر این سهامدارا با توجه به عملکرد شرکت‌ها بعد از ورود شرکت‌ها به بازار بورس اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند. لذا زمانی که یک تجربه مشابه و ارزشمند باشه می‌تونه فرایند سرمایه گذاری و عملکرد مناسب رو ناشی بشه. در بلند مدت در بازار فرابورس قیمت نهایی سهام بر اساس عملکرد شرکت‌ها تعیین میشه و به واقعیت هم نزدیک‌تره. دستوری قیمت تعیین نمیشه. عملکرد شرکت، فرایند چانه‌زنی و عرضه و تقاضا یک قیمت واقعی رو برای سهام ها ارائه میدن. ولی نوسانات قیمت در بازار بورس اوراق بهادار به شدت تحت تأثیر جریانات سیاسی و اجتماعی قرار داره و قیمت سهام عملا در بازارهای بورس چندان واقعی نیستش. ولی در فرابورس قیمت ها به دلیل وجود بستر عرضه و تقاضا واقعی تر هستش. اگر فرهنگ پسنداز سرمایه گذاری بخوایم گسترش پیدا بکنه، باید فعالیت‌های بازارهای مالی گسترش پیدا بکنه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که افراد جامعه در بازارهای مختلف سرمایه گذاری نکنند اگر جایگزین مناسبی برای اونها پیشنهاد داده نشه. ببینید در مقاطع کوتاه مدت شاید برخی از بازارها توأم با سود هستند. علارغم این که توأم با سود هستند میتونن وضعیت یا ثبات جامعه رو هم به هم بزنن، هم از لحاظ روانی هم از لحاظ اقتصادی. لذا اگر بازارهای فرابورس مدون، منظم و فعالی داشته باشیم میتونیم انتظار داشته باشیم که افراد غیر متخصص مثلا در بازارهای ارز هیچ زمان در بازار ارز حضور پیدا نکنند و سرمایه‌های خودشون رو با ریسک مواجه نکنند، بیان در بازارهای فرابورس فعالیت بکنن و افرادی در بازارهای ارز به خرید و فروش بپردازن، عمل کرد از خودشون نشون بدن که این افراد افراد متخصصی در بازارهای ارز هستن. اگر این اتفاق بیفته باعث میشه که تب و تاب بازارهای ارز و بازارهایی که تبعات اقتصادی منفی برای جامعه داره کاهش پیدا بکنه و سرمایه گذاری ها به سمت سرمایه گذاری های صحیح و فرهنگ پسنداز سرمایه گذاری سوق پیدا بکنه. تجربیات سایر کشورها در بلند مدت داره نشون میده که حضور در فرابورس برای سرمایه گذارها به مراتب نسبت به بازار بورس از برخی جهات جذاب تره، چون محدودیتی برای خرید و فروش وجود نداره، سهام از نقدینگی بالایی برخورداره و انعطاف پذیری بیشتری توی این بازارها وجود داره و بعضی از هزینه های اضافی هم در این بازارها وجود نداره. تشکیل بازار خارج از بورس میتونه ظرفیت مناسبی رو برای استفاده از ابزارهای مالی جدید و برای توسعه استفاده از ابزارهای مالی جدیدی که در خارج از کشور ما وجود داره برای ما ایجاد بکنه. تشکیل بازارهای فرابورس میتونه سرمایه گذاران رو با فرصتهای سرمایه گذاری آشنا بکنه و وضعیت فعالیت‌های اقتصادی کشور رو مانیتور بکنه. زمانی که مانیتورینگ وضعیت اقتصادی کشور انجام میشه، افراد یا سرمایه‌گذاران با اعتماد بیشتری میتونن سرمایه‌گذاری بکنن و سرمایه‌گذاریشون مفید هم خواهد بود. بعد از تشکیل بازار فرابورس، سرمایه‌گذارهای خارجی هم امکان حضور در بازار ما رو پیدا می‌کنند، چون بازار ما شرایطی متفاوت‌تر از بورس رو خواهد داشت. تشکیل یه چنین بازارهایی توی کشور میتونه برای جذب سرمایه‌های خارجی و مشارکت مالی و مدیریت خارجی در طرح‌های سرمایه‌گذاری ما رو
افزایش بده و در این بین سرمایه گذاران و مدیران خارجی میتونن سرمایه های محدود خودشون رو وارد کشور بکنن، در مقابل اون از پتانسیل بالا از تکنولوژی و اصطلاحاً رشد کشور ما استفاده بکنن و به اهداف خودشون برسن. مزیت دیگری که فرابورس داره تسریع در امر سرمایه گذاریه. این تسریع در امر سرمایه گذاری باعث میشه که سرمایه های راکد کشور به جریان بیفتن و از اونها استفاده بشه، چون به دلیل اینکه در رسانه های مختلف تبلیغات و هشدارهایی مبنی بر آگاهی کامل از سرمایه گذاری داشتن و سپس سرمایه گذاری انجام دادن پخش میشه، خیلی از افرادی وجود دارن که سرمایه های خیلی ارزشمندی رو دارن. به دلیل اینکه توانمندی حضور در بورس و حضور در بازارهای مختلف رو ندارن، شاید سرمایه خودشون رو راکت کردن، از جریان تولید کشور، از جریان سرمایه گذاری در صنعت کشور خارج شده. ولی اگر بازار فرابورس موفقی رو داشته باشیم، میتونن این افراد هم وارد اون بازارها بشن و داد و ستد خودشون رو انجام بدن. تشکیل بازارهای فرابورس فرصتی رو ایجاد میکنه که اوراق قرضه دولتی و اوراقی که ریسک کمتری دارن ابتدا به ساکن وارد معامله بشن و همونطور که برای مورد قبلی اشاره کردم خدمتتون، زمانی که افراد به دنبال سرمایه‌گذاری‌های امنی هستن به سادگی به اوراق قرضه دولتی و اوراقی که ریسک کمتری دارن دسترسی پیدا بکنن. اگر بازار فرابورس افتتاح بشه و به صورت کارا فعالیت بکنه، میتونه چرخه گردش اطلاعات شفاف و سالمی رو منجر بشه که قیمت گذاری ها شفاف سازی میشن و ارزش سهام کارشناسی میشه و کارشناسی ارزش سهام نزدیک به واقعیت خواهد بود. در برخی از موارد گفتیم در بورس ها به دلایل قیمت گذاری ها و قوانین قیمت گذاری شاید در خیلی از موارد ارزش سهام یا قیمت سهام نزدیک به واقعیت نیستش، ولی زمانی که در حالت کارا و بهینه بازار فرابورس فعالیت بکنه میتونه قیمت واقعی رو کارشناسی بکنه. ایجاد بازارهای فرابورس فرصتیه که شرکت‌های مشمول خصوصی سازی توی این بازارها در کنار بورس و سایر روش‌های مختلف عرضه بشن. اگر امکان عرضه یک شرکتی به عنوان خصوصی سازی در تالار بورس وجود نداشته باشه، میتونه فرابورس بستر مناسبی برای این اتفاق باشه. تشکیل بازارهای فرابورس میتونه سرمایه‌های بیکار و راکد رو جذب بکنه و در راستای پیشبرد توسعه اقتصادی کشور از طریق احداث و بهره برداری از مجتمع‌های صنعتی و تولیدی در صنایع مادر با حداکثر مشارکت بخش خصوصی فرایند توسعه اقتصادی کشور رو تسهیل بکنه و اون رو تسریع بکنه. حذف واسطه ها و ایجاد فرایند مستقیم و مطلوب معاملات اوراق بهادار بازده یا نتیجه صحیح یک بازار خارج از بورس کارا هستش. نکته حائز اهمیت اینه که زمانی که بازارهای خارج از بورس و نیاز به بازار خارج از بورس تبیین پیدا میکنه، توسعه و تنوع بازارها و ابزارهای مالی که به عنوان زیرساخت‌های توسعه اقتصادی کشور مطرح میشن، بدون وجود این زیرساخت‌ها قطعاً هیچ اقتصادی به شکوفایی نمیرسه. پس اگر بازارهای مالی موفقی داشته باشیم، میتونیم بگیم زیرساخت‌های توسعه اقتصادی موفقی رو داریم و رشد فراگیر کاربرد فناوری اطلاعات در گستره بازارهای مالی منافع زیادی رو در بازار به ارمغان میاره و طراحان بازار میتونن از این بازار برای تکامل روزافزون بازارهای مالی استفاده بکنن. و نکته پایانی که میتونم در مورد این مطالب بهتون بگم اینه که اگر ما از فناوری‌های اطلاعات و در نهایت بازارهای فرابورس استفاده نکنیم، از یک فرصت بسیار ارزشمندی که ریز این فرصت‌ها رو ما اینجا شناختیم کاملا بی بهره خواهیم بود. برای رسیدن به یک اقتصاد شکوفا و موفق حتما باید به این موارد توجه بکنیم.
نکته‌ای که میمونه و در پایان این فصلمون میخوام به اون اشاره بکنم، اهمیت اوراق مشتقه فرابورس هستش. اوراق مشتقه فرابورس بخش مهمی از دنیای مالی به شمار میره. بازارهای این اوراق بهادار اندازه خیلی بزرگی دارن و در طی سالهای 1980 تا 2000 به صورت کاملا چشمگیری رشد پیدا کردن. این رشد توسط محصولات نرخ بهره، ابزار نرخ ارز و سواپ اصطلاحاً رخ داده. بازارهای اوراق مشتقه فرابورس رشدی که کردن باعث شده که فرابورس به یک مأمن امنی برای این اوراق مشتقه تبدیل بشه. برای جزئیات بیشتر اوراق مشتقه در فصل آینده به صورت کامل میخوام اشاره بکنم، ولی با توجه به پیشرفت چشمگیر کامپیوتر و فناوری اطلاعات در سالهای گذشته و لزوم عملیات مربوط به معاملات اوراق مشتقه فرابورس، باید پورتفولیوهایی از اوراق مشتقه به وجود بیاد. این پورتفولیوها سبدهایی رو از سرمایه‌گذاری‌ها به وجود میارن که به دلیل تنوع سرمایه گذاری ها میتونه کاهش ریسک رو در بر داشته باشه. ریسک اعتباری، ریسک نکول شدن و ریسک عدم توانمندی اصطلاحاً عمل به تعهدات شرکت های صادر کننده یا ناشر کننده اوراق قرضه. لذا اوراق مشتقه بهترین مأمنی که میتونن داشته باشن برای عرضه فرابورس هستش و فرابورس میتونه یک بستری رو فراهم بکنه برای اوراق مشتقه و از طریق اوراق مشتقه میتونه یک بستری رو فراهم بکنه برای سرمایه گذاری امن و موفق.